بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله و نصلي و نسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها أشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد إلها ذلمنن ولا تبال ذلحن ولا تبال ذلحن. فرزندم، با آدم های کینتوز دوست و رفیق نشو. احن به معنای کینه است. اینجا سه نکته محضر شما خوبان عرض کنم. نکته اول این است که مسئله تأثیرگذاری دوستان، همنشین‌ها، آمد و رفت‌ها اختصاص به جوان‌ها نداره. گاهی وقتا تا بحث دوستی‌ها مطرح می‌شود و تأثیر دوستی‌ها، همه ذهن‌ها می‌رود سراغ جوان‌ها، گرچه این مسئله برای جوانان عزیز هم مهم است. اما سخن این است که بزرگترها هم باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر فرزندانی صالح میخوان، خانواده ای صالح میخوان، دقت کنن با کدوم خانواده آمد و رفت دارند. یک خانواده ایست، خانواده متدینه. خانواده ایست وقتی وارد این خانه می شوید دین رو جلوه‌گر می بینید، حلال و حرام خدا در این خانه محترمه. خب آمد و رفت به این با این خانواده مایه سعادته. دو، یک خانواده ایست که لاابالی ان، نسبت به مسائل دینی خیلی توجه ندارند، ولی آمد و رفت شما اثر میگذاره، سبب میشه اونها به راه صلاح بیان، به راه دین بیان، به راه پاکی بیان. اگر رابطتون رو قطع کنید چه بسا در سراشیبی گناه بیشتر تندتر میرن. اما وقتی شما باهاشون آمد و رفت داشته باشی میتوانی تأثیر گذار باشی.
آمد و رفت با این خانواده هم مناسب هست. مصداق امر به معروف، مصداق نهی از منکر. خانواده سومی هست که فاسدند، بچه ها فاسدند، ابزار گناه در اون خونه هست، حریم خداوند رعایت نمیشه و اگر بروید تأثیر میگیرید، بچه هاتون تأثیر میگیرند. نباید با این خانواده آمد و رفت داشت. چرا؟ چون گوهر دینتون به تاراج میره. دین گوهره. امیر المؤمنین فرمود اگر حادثه‌ای پیش آمد دیدید یا باید مال بدید یا جان، مالتون رو فدای جانتون کنید. و اگر حادثه‌ای پیش آمد دیدید یا باید جان بدید یا دین، فرمود جان بدید، دین ندید. دین گوهره. و علمو ان الهالک من هلک دینه و الحریب من هر بدینه. بیچاره کسی است که دینش بر باد رفته باشه. بنابراین نکته اول این است، همنشینی مؤثره، المجالسه مؤثره. برای همه گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. بعضی از دوستان دست آدم رو میگیرن تا وسط بهشت میبرن. مسلم ابن اوسجه چی میخوای بخری؟ میخوایم حنا بخرم. مسلم من یه جا یه حنایی سراغ دارم، خوش رنگ ترین حناهاست. کجا؟ کربلا. حبیب ابن مظاهر دوست قدیمی مسلم ابن اوسجه دستشو گرفت برد کربلا و از اونجا تا وسط بهشت. باید با این خانواده ها، با این آدم ها آمد و رفت داشت که خروجی رفاقت با اونها این باشه. نکته دومی که میخوام در شعاع ولا توال زل احن محضرتون تقدیم کنم این است که پدر مادرها فقط وظیفه‌شون تأمین نیازهای مادی نیست. درست، پدر باید نفقه فرزند رو در صورتی که ناتوان باشن تأمین کنه، اما تنها وظیفه این نیست. باید رو بعد اخلاقی بچه هاشون هم عنایت داشته باشن. جالب است بشنوید این رو که عاقب والدین در دین ما دو طرفی است.
یعنی همونطور که اگر بچه ها رفتار شایسته با پدر و مادر ندارد افرین بر مسلمانی که هفته یک ساعت برای دینش وقت نمیگذاره. جمعه به معنای هفته است، جمعه به معنای روز جمعه است. اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه، جمعه یعنی روز جمعه، اما جمعه یعنی هفته. پیغمبر نفرین میکنه اون مسلمانی رو که هفته ای یک ساعت به فکر دین بچه ها نیست. معنای این حرف اینه پدر مادرها آنچنان که برای درس بچه ها برنامه دارن، برای تأمین نیازهای مادی بچه ها برنامه دارند، برنامه ای داشته باشند. برای مسائل دینی، مسائل دینی که میگم یعنی یکی بیاد تو این خونه آیه براشون بخونه، روایت براشون بخونه، مسئله دینی براشون بگه، تا این خانه رنگ دین به خود بگیره، رنگ معنویت به
بود از مار بد. مار بد تنها همی بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. نمونه براش بیار جوانهای پاک مؤمن که با یک نااهلی رفیق شدند، سرانجام در دره نابودی دین قرار گرفتند، نابودی ایمان قرار گرفتند. نباید در این عرصه بی تفاوت باشی. بی تفاوت بودن همان و آسیب همان. عزیزان، به خصوص پدرها، به خصوص پدرهایی که کار اجرایی دارید، از خانواده غافل نشید. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. به فکر خانواده باشید، به فکر دین خانواده، اخلاق خانواده. در عرصه دین بچه ها و جوان هاتون، پدرها، مادرها و دوستانشون حساس باش. این نکته دوم. نکته سومی که با استفاده از این کلام نورانی حضرت صدیقه طاهره میخوام بگم اینه: دوستان ناسالم کیانند؟ کلیگویی نکنیم دیگه، بلکه بیاییم ریز کنیم مسئله رو. جوان زائر آقا امام رضا میخواد دوست سالم داشته باشه. صمیمانه به این مطلب اعتقاد دارم که به حمد الله سرمایه محبت اطرت، این سرمایه نفیس در مردم ما هست. خب لغزش هایی هست، خطاهایی هست. بنده معتقدم هیچ زائر امام رضا نمیخواد در دره نابودی بیفته، دینش، اخلاقش، معنویتش از بین بره. از کلیگویی بیاییم بیرون. دوستان ناسالم چه کسانی هستند؟ قرآن کریم معرفی میکنه: یک، اونها که انحراف اعتقادی دارند، فکرشون خرابه، اندیشهشون خرابه، جذب مذاهب استعماری شدند، بهائیت و وهابیت دو فرقه دقیقا انگلیسی هستند، ساخت پرداخته انگلیسی هاست، صهیونیست هاست، به خصوص بهائیت. خب اگر کسی بهایی شد نجس هست، طبق فتوای همه فقها ها. یک فقیه رو پیدا نمی کنی غیر این فتوا داده باشه. این انحراف اعتقادی است. جذب این عرفان های انحرافی شدن، عرفان های قلابی شدن، عرفان‌های هندویی شدن، جذب مذاهب و روش‌های خودساخته که میتونم اسمشون رو بگم، ولی بردن اسمشون خودش تبلیغ از اونهاست. کسانی که میبینید بیراهه هستند، ببرید از اینها. میتونید او را به راه بیار، بسم الله. اما اگر نمیتونی، میبینی او شما رو بیراه میکنه، ببر ازش. سوره فرقان آیه 27 28 29: و یوم یعز الظالم علی یدیه
یقول یا لیتنی یا لیتنی تخست مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. این آیه شأن نزول عجیبی داره. میارزه که آدم یک ساعت بعد از نماز بنشینه این شأن نزول عبرت‌آمیز رو بشنوه. دارد که پیغمبر اکرم دوستی داشت در دوره قبل از اسلام. این دوستش رفت به مسافرت و برگشت، پیامبر رو دعوت کرد، پیامبر دعوتش رو پذیرفت، آمد خونش، سفره نهار پهن شد، پیغمبر رو دعوت کرد برای نهار. پیغمبر اکرم فرمود که من غذا تو نمیخورم. میدانید که مهمان نوازی در بین عرب‌ها به خصوص جایگاه بسیار بلندی داره. گفت که چرا غذای مرا نمیخوری؟ گفت به دلیل اینکه شما کافری، من حق ندارم غذای کفار رو بخورم. گفت یعنی میگی چه کار کنم تا غذای مرا بخوری؟ گفت کارت اینه که مسلمان بشی. چطوری؟ شهادتین رو بگو. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. مسلمون شد، پیغمبرم غذاشو خورد. فردا یکی دیگه از دوستانشو دعوت کرد. اون نشست سر سفره، گفت غذاتو نمیخورم. فرمود، گفت که تو دیگه چرا؟ گفت به دلیل اینکه دیروز مسلمان شدی. گفت چه کار کنم غذامو بخوری؟ گفت مرتد بشو، بگو پیغمبر رو قبول ندارم. بدبخت مرتد شد. مرتد شدن همانو به جنگ با مسلمونها آمدن در جنگ بدر، همانو به قعر جهنم رفتن همانو. این شأن نزول این آیه است. روز قیامت که میشه اینجور آدم ها نه تنها انگشت حسرت از فرط ناراحتی، از حسرت دستاشون رو به دندان میگیرند. میگن همای سعادت بر سرمون آمد، لقد اضلنی عن الذکر، این دوست ناباب مرا از راه بیراهه کرد. بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. شیطان اینطوری آدمو بیچاره با منحرفین رفیق شدن، همان به بهانه مختلف آدم چشم باز میکنه، میبینه در وسط دره گمراهی قرار گرفته. مسئله اعتقادات بسیار مهمه. گاهی بعضی از جوانهای عزیز میگن ما میخواییم بریم حرفشونو بشنویم. میگم عزیز جان، تو فقه ما این نکته هست که اگر کسی میبیند مایه نداره، با شنیدن حرف کسی گمراه میشه، حق نداره حرف او رو بشنوه. کتاب انحرافی رو بخونه. فلینظر الانسان الی طعامه
امام باقر علیه السلام فرمود نگاه کنه که علمشو از چی میگیره. اگر میبینه هنوز قدرت تحلیل نداره، خوب حق نداره تحلیل های انحرافی رو بخونه، تأثیر میپذیره، خودشم به انحراف کشیده میشه. باید قدرت تحلیل پیدا کن. این یک. دوستانی که از جهت اعتقادی ناسالمن. دو، دوستانی که انحراف عملی دارن، کارش نشستن پای برنامه‌های ماهواره‌ای و فیلم‌های مبتذل دین براندازه، اخلاق براندازه. شما هم که باهاش رفیق بشی به شما میگه امشب یک فیلم باحالی هست بریم ببینیم. فیلم باحالی که اون میگه چیه؟ فیلم انحرافی است. این بدبخت انحراف عملی داره، با اینم نباید رفیق شد. رفیق شدن با این همان قساوت قلب، همان قساوت قلب یه بخشیش به خاطر نگاه‌های آلوده است. نگاه آلوده به فیلم مبتذل حرامه، این را همه فقها میگن. گاهی وقتا میگن مستقیم و غیر مستقیم، این مربوط به ریبه نیست. نگاه آلوده حرام هست. پدر مادر هم نباید این اغواگری ها رو بشنوند. والله دین و اخلاق گوهر این کشوره و تمام همت دشمنان این است که این گوهرها رو بربایند. آیشو براتون بخونم. دوستانی که انحراف عملی دارند، سوره مدثر از آیه 40 تا 47. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، بهشتی ها از گناهکاران میپرسن ما سلککم فی سقر، چی شد جهنمی شدید؟ قالوا لم نكن من المصلين، گفتن ما اهل نماز نبودیم، با خدا رفیق نبودیم. ولم نكن نطعم المسكين، به فکر فقرا و محرومین نبودیم. و كنا نخوض مع الخائضين، نشست و برخاست داشتیم با آدمهای منحرف. خوض به معنای فرو رفتن در باطله. نشست و برخاست داشتیم با جوان بیچاره ای که میگه فیلم باحال، بیچارمون کرد. انحراف عملی هم هر کی داشته باشه دوست ناسالمه. سه، کلام حضرت زهرا، این بخش آخر صحبتمه. نشست و برخاست با اونها که بیماری اخلاقی دارن. حضرت زهرا به این نکته عنایت داره که با کسانی که بیماری اخلاقی دارن، یکی از بیماری های اخلاقی کینه توزی است. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، چینه توز بودن ضد ارزشه. این که آدم مدام برای مردم پرونده درست کنه، تو ذهنش نگه داره، وقت وقتش انتقام بگیره، این یه بیماری است. ولا توال ذل احن، فرزندم حسن جانم، این یه بیماری است. با بیماران این چنینی رفیق نشو. یک بیماری اخلاقی عیب‌جویی است. اونایی که
همه چیز رو بد میدانند، عالم و آدم رو بد میدانند، از همه انتقاد میکنند، فقط خودشون رو یه فرشته از آسمان بر زمین آمده میدانند. اینا بیمارند، هر کی هم با اینا رفیق بشه این بیماری رو پیدا میکنه. مولا علی علیه السلام فرمود ایاک و معاشرت مبتغی عیوب الناس، رفیق نشو با اونهایی که عینک بدبینی زدن، همه رو بد میبینند. فانه لم یسلم مصاحبهم منه، کسی که همنشینه با آدمهای این طوری باشه همه چیز رو بد میبینه، این یک بیماری مصریه. غیبت یک بیماری روانی مصریست، این که آدم کیف کنه از این که با آبروی مردم بازی کنه، این بیماری. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، دوست داری گوشت مرده برادر دینی تو بخوری؟ این چنین چیزیست. لذا فرمودن که گوش نده به غیبت. میدونی چرا؟ چون اونی که بازار غیبت کننده را گرمش میکنه گوش کردنه. خبر داری؟ فلانی نماز نمیخونه. شما باید بگی از کجا میدونی نماز نمیخونه؟ شاید خونش میخونه، باید پیش تو بخونه. اما اگر گوش کنی بگی وای میشه مسلمون باشه نماز نخانه، این آتیش شعله ورتر میشه. میشه پس میگه پس بذار بگم روزش هم میخوره. کی معرکه را داغ کرد؟ اینی که شنید و گفت وای. اگر بازم ادامه بدی او به غیبتش ادامه میده. نباید آتیش تنور غیبت رو داغش کرد. تا شروع میکنه بگو بذار حرف خودمون رو بزنیم. بیماریست غیبت. حسادت یک بیماریست، این که آدم نتونه موفقیت‌های دیگران رو ببینه. تا رفیقش موفق تر میشه شروع کنه به خراب کردنش، عیب او رو برملا کردن، رسوا کردنش، این اسمش حسادته، این یک بیماریست. حضرت صدیقه طاهره یک بیماری رو ذکر کرد، ولا توال زل احن، با اونهایی که بیماری های اخلاقی رو دارن با اینها رفیق نباشید. خدا رو شاکرم که این بحث سبک زندگی دینی در عرصه خانواده در چند جلسه محضر شما خوبان بیان شد. امیدواریم به برکت آقا سامن الحجج علیه آلاف و تحیت و سنا، خداوند توفیق خانواده دینی به همه ما عنایت بفرماید، توفیق بچه های متدین به همه ما عنایت بفرماید.